درود به گاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. امیدوار هستم شما سلامت و جور باشین و همچنان همراه من در این برنامه. برنامه را آغاز میکنیم. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوع برنامه با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازین. مهمان من شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی حقوق بشر افغانستان هستند و موضوع برنامه ما تلفات غیر نظامیان. نماینده سیاسی سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه اعلام کرده که در ماه جولای سال روان میلادی دست کم 1500 غیر نظامی در افغانستان کشته یا زخمی شدند. در این مورد امروز با آقای مشکور صحبت خواهیم داشت. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان از طریق برنامه با ما شریک بسازین. راه های تماس در برنامه در اختیار شما است. آغاز برنامه است. از تمام شما بیننده عزیز صمیمانه خواهش میکنم زمانی که به تماس میشین صدای تلویزیونتان را پایین کنین و یا فاصله بگیرین و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوع برنامه باشه. در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب مشکور خیلی خوش آمدین. ممنون هستم که دعوت ما را پذیرفتین. خوب از در آغاز برنامه در رابطه با افزایش تلفات غیر نظامیان بگین. بانک همیشه سازمان حقوق بشر از طرفهای درگیر خواهش کرده که باید در مواردی که درگیری جریان داره افراد ملکی دور نگه داشته شوه از جنگ و درگیری، اما بازم تلفات غیر نظامیان آمارش بالا رفته. دلیل در چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به تمام بینده های تلویزیون یک و بخصوص مجله صبح سلام احترامات تقدیم میکنم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان واقعا نگرانی شدید خود از افزایش و موجودیت تلفات ملکی ابراز می‌داره. ما نه تنها تلفات ملکی را محکوم و تقبیح می‌کنیم، بلکه اگر تلفات ملکی در جنگ‌های مسلحانه هدفمند و عمدی باشه، این را یک نقض حقوق بشر، نقض یا جنایت جنگی می‌پنداریم و از تمام طرف‌های درگیر جنگ خواهش می‌کنیم که عاملین آن به محکمه یا به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شود. در این اواخر کمیسیون مستقل حقوق بشر هم نگرانی های خود در مورد تلفات ملکی توسط اعلامیه ها ابراز می داره. کمیسیون حقوق بشر اعلامیه هایشان نه تنها که به اسرع وقت و به طور دوامدار است، بلکه در اعلامیه های ما خواهشات ما و پیشنهادات ما به خاطر طرفای جنگ مشخص و واضح است. ما کمیسیون سالانه راپور نشر میکنه که او آمار تلفات ملکی هم نشر میشه، راپور دقیق میباشه و ما همچنان راپور شش ماهه هم نشر میکنیم. بدبختانه راپوری که چهار ماه گذشته ما که میخوایم که سرش صحبت بکنیم، متاسفانه خیلی متاسف هستیم که ما آمار تلفات زیاد داریم. در سال 1398 ما تقریبا 2897 تا تلفات است یا قربانی جنگ است که این در چهار ماه اول حمل، سر جوزا و سرطان است، که از جمله 761 تنشان مردان است، 255 تن آن زنان است و 86 تن آن اطفال هستند و 75 تنشان که هستند که اینا کسایی هستند که تا به حال جنسیتشان هم معلوم نیست. و همچنین اگر ما آمار ماه سرطان سرش صحبت میکنیم، کمیسیون که کدام ارقام به دست داره، متاسفانه 227 تن کشته است و تقریبا 873 تن مجروحین است. در کشته شده ها 131 تن مرد، 2 تا زن، 38 تا اطفال و 48 تا کسایی هستند که جنسیتشان معلوم نیست. در مجروحین هم 550 تن مرد است، 76 تن زن است و 227 تن اطفال و 90 تن کسایی هستند که اینا هم جنسیتشان معلوم نیست. اینی ارقامی است که واقعا تکان دهنده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وقتی ارقام چهار ماه را با ارقام چهار ماه سال 1396 که مقایسه بکنیم، یک اندازه تفاوت موجود است، ولی در کل نسبت به سالهای گذشته آمار ارقام تلفات ملکی یک اندازه پایین آمده که ما کوشش میکنیم که بالای طرفای درگیر جنگ فشار وارد شوه، اونا همهشان به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی برنامه ها و تصامیم و همه چیز خود داشته باشن
میشند و در ضمن در جنگ های مسلحانه کمیسیون مستقل حقوق بشر همیشه صحبت میکنه که باید قوانین بین المللی جنگ یا قوانین حقوق بین المللی حقوق بشر دوستانه بین المللی باید جدا رعایت شود. کدام اصول و قواعد که در قواعد بین حقوق بشر بین المللی است اونها را باید جدا رعایت بکنن و نه تنها که مردم ملکی و افراد ملکی را تلف نکنن بلکه از اونها حمایت بکنن و از اونها حفاظت هم بکنن. ممنون شما جناب مشکور. با اجازه شما تماس پاسخ میدیم. بیننده ما سارا از کابل روی خط هستند. خانم سارا سلام به شما. خانم سارا تماس شما وصل شد اما منتظر حرفای شما هستیم. خوب هستی؟ سلامت باشین. بفرمایید. زنده باشید. شما خوب هستید؟ تشکر میکنم خواهرم. بفرمایید. میشنم صدای من؟ بله صدای شما را میشنویم. بلندتر حرف بزنیم. متاسفانه تماس خانم سارا قطع شد. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. وقفه. ادامه برنامه مجله صبح. ممنون که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و موضوع برنامه ما تلفات غیر نظامیان. نماینده سیاسی سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه اعلام کرده که در ماه جولای سال روان میلادی دست کم 1500 غیر نظامی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. شما هم فرصت دارین در رابطه با همین موضوع دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب مشکور در میان بگذارین. بیننده ما روی خط هستند. بفرمایید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه نیز با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب مشکور شما در حرفایتون گفتین و بارها شما دادخواهی کردین، البته کمیسیون مستقل حقوق بشر که طرف های درگیر رعایت کنن و غیر نظامیان از جنگ باید دور باشن و به یک نوع دور نگه داشته شوند. آیا واقعا رعایت شده از سوی طرف های درگیر این موضوع؟ کمیسیون با وجود که در این راستا در مجالس ملی و بین المللی دادخواهی میکنه، امی خود راپور نشر راپور سالانه و شش ماهه کمیسیون به نحوی یک دادخواهی است. وقتی ما ببینیم تلفات ملکی را از سالهای 2009 بدین سو واقعا یک اندازه کاهش پیدا کرده است طرفان، ولی کدام تعهداتی که جانب طرفین جنگ در مسائل جلوگیری از تلفات ملکی میکنه متاسفانه اونها تطبیق نمیشه. مثلا دولت افغانستان با اثر دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر یک پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی را تصویب کرد. همچنان در داخل ادارات امنیتی یک بورد جلوگیری از تلفات ملکی را جور کرد. همچنان چندین طرز العمل عملیات ها را اینا جور کردن، ولی بدبختانه در تطبیقش ما که میبینیم خیلی جدی نیستند. همچنان افراد مسلح اونا هم فکر میکنم در سال 97 طالبان چندین اعلامیه دادن به خاطر اینکه ما به خاطر کاهش تلفات ملکی یکان برنامه های خود داریم. همچنان اعلامیه یک اعلامیشون طوری بود که ما به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی در جنگهای مسلحانه یک کمیسیون دائمی را در تشکیلات خود جور کردیم، ولی متاسفانه وقتی که ما میبینیم در هر دو طرف جنگ افراد ملکی تلف میشه، قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی یا قواعد جنگ نقض میشه، و که ما خواهان زی هستیم که هر طرف که نقض میکنن قوانین بین المللی جنگ اونا باید مورد پیگرد تعقیب عدلی قرار بگیرن تا تلفات ملکی کاهش پیدا بکنه. دی شکی نیست که جامعه ما یک جامعه جنگ است. در جامعه جنگ متاسفانه نقض حقوق بشری همیشه بیشتر می باشه و طرفین باید کوشش بکنن که از تکتیک هایی که دو افراد ملکی و اماکن غیر نظامی آسیب می بینه از او تکتیک ها استفاده نبکنن، کوشش بکنند که در جنگ های خودان در عملیات های خودان تلفات آمار تلفات ملکی را کاهش بدن و بالاخره حتی به صفر برسند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این راستا
و دولت یک تفاهمنامه هم داره با ارگانهای امنیتی و دفاعی که دو امنیت ملی، پلیس ملی و اردوی ملی هستند. کمیسیون به خاطر آموزش حقوق بشر دوستانه بین المللی و ادارات همیشه پیهم جریان دارد، آموزش ها میتن، منصوبین قوای هوایی را آموزش میتن که چه قسم بتانند در عملیات ها و چه قسم بتانند در جنگ ها حقوق بین المللی بشر دوستانه را رعایت بکنه، تلفات ملکی را چه قسم کنترل بکنند، چه قسم مسئله تناسب و متناسب بودن عملیات احتیاط و حفاظت از جان، مال و کرامت انسانی افراد غیر ملکی تدابیر لازمه داشته باشد. ببخشید جناب مشکور، با اجازه شما یک تماس پاسخ میگیم، برمیگردیم به حرف شما. بیننده ما شفیق الله از کابل روی خط هستن. سلام به شما. سلام های خدا خدمت جناب شما و جناب محترم ایمان برنامه شما تقدیم میکنم. سلامت باشید. طرفات غیر نظامی یا ملکی در طی 18 سال آخر در کشور موجود بوده و چون از نظر تکنیکی جنگ افغانستان جنگ نامتعارف است، ولی سکتورهای امنیتی با شمول نیروهای ائتلاف در طی 18 سال نتونستن که یک استراتژی و یک تکتیک جنگی مدون را ارائه بکنن که بر اساس تلفات ملکی کاهش پیدا بکنن. و همه ما شما شاهد هستیم که کمک های میلیارد دلاری و سکتور امنیتی صورت گرفت، ولی نتوانستن اینا که از او استفاده خوب بکنن که تلفات ملکی را یا غیر نظامی را پایان بیاره. ولی دفتر یوناما و کمیسیون مستقل حقوق بشر هم آنچنان که از نظر ما منعیت شهروند لازم است بالای طرف های درگیر اعمال فشار نکردن و اینا میتونستن که از دادگاه بین المللی در این راستا کمک بخواهیم که زیادتر اعمال فشار برای طرف های درگیر جهت کاهش تلفات غیر نظامی صورت بگیره. بنان اینا در ماه های پسید با نشر چند اعلامی خواستن که این کار به نحو رسانه‌ای بسازن که هم قسم که همه ما شما شاهد هستیم نتیجه مثبت در بعد نداشت. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما که در برنامه اشتراک کردین. جناب مشکور، حرفای شما را در رابطه با حرفای شفیق الله میخواییم داشته باشیم. نگرانی های شهرونده ما واقعا به جای است. متاسفانه طرفین در گیر جنگ نتانستن که امار تلفات ملکی را کاهش بدن. در این شکل نیست که از یک سو تغییر تکتیک های جنگ، از سوی دیگه تغییر موسمی، چون در زمستان باز طرف ها یقدر نمیتونن بالای همدیگر حمله بکنه. و نقطه سوم مسئله روند صلح است. به می خاطر طرفین کوشش میکنن که همدیگر را بیشتر سرکوب بکنن و بیشتر یا بیشتر خود قوی ثابت بکنن در مسائل. کمیسیون مستقل حقوق بشر به حیث یک نهاد ملی و مستقل و بی‌طرف همیشه فشار آورده، همیشه اعلامیه داده، همیشه نکوهش کرده، همیشه تقبیه کرده. و امی خود گزارش سالانه کمیسون یا شش ماهه کمیسون این خودش به نحو یک نوع فشار از بالای طرفین درگیر جنگ که با اساس اینمی راپورها طرفین متوجه شدند. ما که وقتی میگیم که دولت پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی را تصویب کرد، بورد دی راستا ایجاد کرد، چندین طرز العمل را ایجاد کردند، این به این معنی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر دادخواهی هایش نتیجه داده. همچنان وقتی ما میگیم که طالبان دی راستا چندین اعلامیه دادند به خاطر جلوگیری از تلفات ملکی و گفتند که ما یک کمیسیون در دائمی را در تشکیلات خود اضافه کردیم به خاطر تحقیق مسائل تلفات ملکی، این به این معنی است که دادخواهی ها و فشارهای کمیسیون یک اندازه تاثیر کرده. ولی آنطوری که ما میخواهیم و هموطنه ما میخواهیم که تلفات ملکی کاهش پیدا بکنه و حتی به صفر برسه، متاسفانه اوطور نشده. ما با وجود همه چیزا نگرانی های خود داریم. ما از طرفین درگیر جنگ میخواهیم که اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی را در مسائل در عملیات های خود، در جنگ های خود اینا رعایت بکنه تا باشن که نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی صورت نگیره. شکی نیست که از هر طرفی که نقض زی قوانین صورت میگیره، همو طرف ملامت است و همو طرف عامل هستند و او مسئولیت دارند در مقابل مردم و در مقابل جامعه جهانی و در مقابل ملت افغانستان.
کمیسیون حقوق بشر از 2009 به این سو یک بخش هم ایجاد کرد به نام نظارت ویژه، که این نظارت ویژه تمام ارقام و عوامل و عاملین و کسایی که قربانی میشن همه مشخصاتش مستندسازی میکنه و یک راپور میده. این هم یک نوع فشار از بالای دولت افغانستان، بالای کسایی که درگیر جنگ هستن، در این راستا ما راپورهای خود نشر میکنیم. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر به خاطر نیروهای امنیتی و دفاعی دولت افغانستان برنامه های آموزشی داره که ما در این راستا همیشه تقریبا چندین 56 ورکشاپ آموزشی گرفتیم با ارگانهای امنیتی و دفاعی که تا ماه گذشته ما تقریبا 4207 تن از منصوبین نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر رعایت کردن قوانین اصول و قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی آموزش دادیم، که در او جمله 463 تن خانما و 3546 تن مردها از آموزش بهره مند شدند. ممنون شما جناب مشکور. با اجازه شما بیننده ما روی خط هستن، سلام بفرمایید. سلام به شما، بفرمایید. سلام علیکم. سلامت باشین برادرم، بفرمایید. صدای شما رو میشنویم، میتونین پشتو حرف بزنین. تلفات و غیر نظامی هم صحبت نکرد. خیلی خوب، بفرمه. پشتو خو من نمیخوام صحبت کنم، فارسی صحبت میکنم. درست است، من فکر کردم برادرن که پشتو میخوای نرف بزنین. درست است، فارسی حرفایتون ادامه بدین. صدای تلویزیون بیننده ما هم بلند بود و حرفایشان هم نخواستن با ما شریک بسازن. وقفه داریم. ادامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و موضوع برنامه ما تلفات غیر نظامیان در کشور. شما هم فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با ما شریک بسازین. بیننده ما از کابل روی خط هستند، سلام به شما. سلام به شما، تماستان وصل است. بیرنده عزیز، تماس شما وصل است. سلامت باشین، بفرمایید. زنده باشین. میگم امی تلفات غیر نظامیان در این سال ها بسیار زیاد شده. بله بشنویم. بله بله میشنویم. ادامه حرفایتان دوست داریم بشنویم. این تلفات غیر نظامیان بسیار زیاد شده. اگه ما از رئیس جمهور خوب میداشتیم، شاید میتونیم که جلوی بسیار تلفات غیر از نظامیان را بگیریم. خب اما در این شرایطی هستیم که بسیار تلفات غیر از نظامیان بسیار است. درست است؟ بله. ما نمیتونیم، آره، اگر ما رئیس جمهور خوب داشته باشیم میتونیم جلوی تلفات را بگیریم. خب اگه نباشه نمیتونیم، چون ما نیاز به یک رئیس جمهور خوب داریم. اگر ما در این راستا باشیم که بسیار در یک زندگی هم نباشیم و یک رئیس جمهور خوب نداشته باشیم، ما میتونیم اصلا در آینه هیچ کس نمیتونه به مکتب یا جاهای تعلیمی بره. ما با این که ما یک رئیس جمهور زیاد خوب داشته باشیم میتونیم جلو از این تلفات غیر نظامیان را بگیریم و دیگه میتونیم که در این راستای خوب زندگی داشته باشیم. خب آره، اگر مثلا اشرف غنی بتونه یک
شرایط بسیار خوب فراهم کنه، میتونید ما در یک زندگی آرام زندگی کنید و تلفات غیر نظامیان مطمئنم کمتر میشه. ممنون شما خواهریم که در برنامه اشتراک کردین و نگرانی خودتان با ما در میان گذاشتین. روز شما خوش. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. جناب مشکور، با در نظر داشت حرفای بیننده ما، میکانیزم هایی که حکومت میتونه ایجاد کنه تا در چارچوب این میکانیزم جلو تلفات غیر نظامیان گرفته شود چیست؟ حکومت افغانستان باز میکانیزم های را با اساس تلاش ها و دادخواهی های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ایجاد کرده، ولی این میکانیزم ها تطبیق و عملی شدن میخواه. به خاطر عملی شدنش باید توجه جدی بکنه و با در نظر داشت تغییرات تکتیک های جنگی، دولت باید آموزش های جدیدی را به خاطر نیروهای امنیتی و دفاعی خود روی دست داشته باشه. همچنان دولت باید قواعد و اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی را به تمام منصوبین خود آموزش بدن. با وجودی که کمیسیون با ایشان اندازه کار میکنه، در بخش یک بخش مشخص داریم به خاطر آموزش نیروهای دفاعی و امنیتی، ولی باز هم در تمام افغانستان باید اینیا در این راستا آموزش ببینن. چون تکتیک های جنگی تغییر میکنه، باید اینیا هم طور متقابلا تدابیر پیشگیرانه را دست داشته باشند که از تلفات افراد ملکی جلوگیری صورت بگیره. ما در قواعد بین المللی جنگ وقتی صحبت میکنیم، در جامعه هستیم که ما یکی قواعد بین المللی جنگ داریم، یکی قواعد اسلامی جنگ هم داریم، و حتی ما در جامعه افغانی قواعد افغانی جنگ هم داریم. ما شاهد ازی هستیم که هیچ گاهی در جنگ های افغانی طرفین جنگ مردم های اسیب پذیر تارگت نمی کردن، مردم های ملکی را تارگت نمی کردن، مردم های بی‌طرفی که در جنگ دخیل نبود اونها را تارگت نمی کردن. همچنان ما اصول و قواعد اسلامی را هم داریم. روایتی است که پیغمبر اسلام وقتی کدام یک جای را گرفت، دیدن که در اوجا یک پرنده خانه داشت، یکی از ساکر خودم موظف کرد، گفت که تا وقتی که این پرنده چوچه هایش کلان میشه و پرواز میکنه، تا اون وقت اینجا باشین تا به این پرنده کسی آسیب نرسانه. ببینین مسائل جنگ واضح هست و همچنان مسائل حقوق بشر دوستانه بین المللی هم در مسائل خیلی تاکید میکنه. ما میگم که طرف های درگیر جنگ باید نه تنها که افراد ملکی را تلف نکنن، بلکه مسئولیت داره به خاطر حفاظت از اونها، به خاطر حفاظت جان، مال و کرامت انسانی از اونها، هر جایی که نیاد تحت تسلطشان هستن، یا باید به خاطر از اینکه افراد ملکی، اماکن مقدس، تاسیسات عامه، اینا همه باید در عملاتشان، در برنامه های جنگی اینا باید محفوظ و خوندی باشند. متاسفانه طرفین درگیر جنگ یا خویی که پروسه صلح هست میخواهند که امتیاز طلبی بکنند، امی اصول و قواعد توجه نمی کنند، یا خویی است که تکتیک های جنگی متفاوت گرفتند، و یا خویی حتی این هم است که بعضی جاها مردم های غیر مسئول هم در راستا دخیل هستند. چون مسائل جنگ است و بدبختانه در مسائل جنگی حقوق بشر همیشه نقض شده، همیشه نقض صورت گرفته. خواهش ما همی است که طرفین باید این مسائل جدی توجه بکنن، نگذارن که ازی بیشتر دیگه تلفات ملکی صورت بگیره. شرم‌آور است برای حکومت افغانستان و برای جانب مقابل. اینیا چیزایی هستند که ثبت تاریخ میشوند و هیچگاهی کسایی که عاملین نقض قواعد بین المللی جنگ یا حقوق بشر دوستانه بین المللی باشه، اونا همیشه به حیث ناقضین جنگی که اونا هدفمند و عمدی این کارا را دست بزنن، اونا به حیث ناقضین جنگی ثبت میشن و هیچ وقت نمیتونن که از قانون باز فرار بکنه. خواهش ما اینه میاد که طرفین باید این مسئله جدی توجه بکنن، حکومت افغانستان باید امی حلقه معافیت بشکنونه، کسایی که عاملین هستن اونا را به دادگاه و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی بکنن،
همچنان در این راستا که کسایی مرتکب شدند در مورد اونا مصلحت گرایی نبکنند، اونا را عملا به محاکمه معرفی بکنند. ضمن یک چیزی که خیلی مهم است که در اثر جنگ ها نه تنها که افراد ملکی تلف میشه، بلکه خشونت ها هم زیاد پیدا کرده است متاسفانه، چون جنگ است، محیط جنگی است، جامعه جنگی میشه، خشونت ها هم افزایش پیدا میکنه که یکی از عوامل افزایش خشونت هم در جمعی ما شما متاسفانه جنگ است. دولت باید قانون جبران خسارات برای افراد ناشی از جنگ باید تصویب بکنه. جمعی بین المللی باید کمک های خود همه هنگ بکنه به خاطر کسایی که قربانی جنگ میشن، از جنگ به جا میشن، با همهشان کمک هایشان همه هنگ باشه. جانب مقابل باید افراد ملکی را تارگت نبکنن، افراد غیر نظامی را تارگت نبکنن و بگذارن که مردم در هر طرف جنگی هستند آرام سا بگیرند. ممنون شما جناب، مشکور که در این مورد هم جزئیات دادین. بیننده ما از هرات روی خط است، بفرمایید. سلام علیکم، خوب هستید؟ شما سلامت باشین خواهرم، بفرمایید. زنده باشین. سهر هستم از هرات تماس گرفتم. بسیار خوب، منتظر حرفای خودت هستی. من یک خواهر مطلبی دارم که گفته که ما نیاز به یک رئیس جمهور خوب نیاز داریم. در این راستای که ما زندگی میکنه اصلا چیز وجود نداره. چیزی وجود نداره که ما در این راستای زندگی میکنه اصلا هیچ کس در این دولت در این راستا نمیتوانه صدای خدا بکشه. درست است نیست؟ تا حالا من ندیدم به غیر از خود مطلب میتونستیم. بفرمایید. ما اگر بتوانیم در این راستا صدای خدا بالا کنیم و بسیار شد جلال از این طرفات غیر نظامیان ما بتوانیم بکنیم. حالا در این که میگم طرفات غیر نظامیان زیاد هست که توانیم در این کار کنم، ما باید در این راستا صدای خدا بکشیم. نمیخوام از کابل بتوان کنید و از کجا. ممنون شما که در برنامه اشتراک کردین. بیننده عزیز، فکر کنم خواهر ما بیشتر به این باور بودن که خود ما باید صدای خود بلند کنیم. در این مورد جناب مشکور حرفای خودشان هم می داشته باشن. وقفه داریم، برمی گردیم. ادامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که تا این دم با ما هستین و ما را همراهی میکنین. مهمان من شکرالله مشکور، کمیشنر و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند و موضوع برنامه امروز تلفات غیر نظامیان. نماینده سیاسی سازمان ملل در افغانستان در گزارش تازه اعلام کرده که در ماه جولای سال روان میلادی دست کم 1500 غیر نظامی در افغانستان کشته و یا زخمی شدند. شما فرصت دارین در این مورد دیدگاه ها و پرسش هایتان با جناب مشکور در میان بگذارین. بیننده ما بیژن از بدخشان روی خط هستند. سلام به شما. بله سلام به شما و سلام به میمونی برنامه. سلامت باشین، بفرمایید. البته موضوع برنامه هم تلفات غیر نظامی ها هست، درست؟ بله. البته سخنهای ما همی است که پیشتر خواهرمان تماس رو بودن، گفتن که ما اگر یک رئیس جمهوری خوب داشته باشیم میتونیم که تلفات غیر نظامی ها را کاهش بدیم یا نه اینکه نشه. هدف ما البته همی مشوره ما همیست و نظر ما همیست که باید تمام مردم افغانستان و هر گوشه و کناری که هستن یک دست باشن، متحد باشن، با یک دست با یک که صدا بکنن، انشاءالله که به نظر من این تلفات نمیشه. اگر ما یک جای یک واقعات عزیز بینیم به نیروهای امنیتی خود اطلاع بدیم که این همه جا این همه گپ هست، اونا میتونن که جلو همه گپ ها بگیرن. وقتی که ما یک جای یک گپ ها میبینیم و یک واقعات ها میبینیم خدا هیچ احساس مسئولیتی نداشته باشیم، چرا مقابل وطن داری خود، چرا مقابل وطن خود میریم تیر میشیم، از اونجا میریم میگم برو خیر از بما چی؟ اینجا هایی تو میشه و باید هر
کاروان دی افغانستان دی فرض کی باید در هر جای از گپ رفیجی دیپلمات بنی روی همیتی خود و از نیروی همیتی خود ما زدن خودم شخصا خودم بسیار تشکر میکنم که سال و روز در خدمت ما مردم است، در خدمت مردم افغانستان است. جانهای شده میخواد از دوست میتن با 7000 8000 که ماشی هوا دارن هیچ ماشی نیست از نظر ما که اونا میرن سال و روز وظیفه انجام میتن اینطوری میشه کشته میشون هر کس پولیت دوره میتوشه. اگر ما کلگی یک دست یک تون یک صدا باشیم انشالله که هم دفتر کل زندگی میکنیم هم تلفاتی به غیر نظامیان وارد نمیشه و رئیس جمهور یک نماینده مردم است. رئیس جمهور نمیتونه که در خانه کسی یا سر اهمیتی قرار بگیره. رئیس جمهور نماینده است، از تو گپ میزنه در جامعه جهانی در دیگر کشورها میره نمایندگی از تو میکنه. اگر ما متحد باشیم، اگر ما یک دوست باشیم، انشالله که افغانستان ما به یک افغانستان امت مستقل آزاد امت شکوفا تبدیل میشه. اما اینمی نظری من همی بود که باید کلگی افغان ها یک دوست باشن، یک صدا باشن. ایتو نیتی تاجیک هست، او هزار هست، ای پشتون هست، ای ایسی هست. اینمی لفظا، اینمی چیزا افغانستان ها به نظری من خراب کرده و باران میکشه و مسئولیت ما همه است که باید هر جای، هر واقعات در هر ولایتی میبینیم و نیروهای امنیتی خود خبر بسیم که نیجایی تو گب میشه یا مثال یک فامیل یک کسی میبینی یک مشکل داشته باشه. اگر وزارت ریاست حقوق بشر هم باید آدم در جریان باشه که نجات مشکل است تا نشود که تلفاتی و غیر نظامیان وارد شود. تشکر است. تشکر از شما که از ولایت بدخشان در برنامه سهم گرفتین. بیننده عزیز، در این مورد جناب مشکور حرفای خودشان کوتاه می داشته باشن. دو بیننده ما تماس گرفتن و بیشتر نقش مردم ارزنده دونستن. شکی نیست که نقش مردم در تمام مسائل زندگی خیلی زیاد مهم است، به خاطر تأمین حقوق بشر و به خاطر ترویج و تعمیم حقوق بشر در افغانستان نقش مردم خیلی زیاد مهم است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث یک نهاد ملی و مستقل دروازهش بر روی مردم باز است و همیشه به خاطر هماهنگی با مردم تمام اقشار مردمی تلاش می‌ورزد. ما به خاطر نظارت از حقوق سیاسی هم بعضی برنامه های خود داریم. کمیسیون در گذشته هم داشت و در آینده هم. یکی از اصول این مسئله انتخابات است و هم شهرام گفتن و برادرم هم که مسئله انتخابات در انتخابات مسئله رای دهی و انتخاب شدن و انتخاب کردن حق بشری هر انسان است. ما در مسئله انتخاب شدن و انتخاب کردن در قوانین افغانستان و قانون انتخابات همش داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر از روند انتخابات هم نظارت میخواه بکنه و هم میخواه از هموطنه خود که به حیث ناظر بر روند به خاطر ای که ما رئیس جمهور خوبی داشته باشیم، ای که کی را رئیس ملت افغانستان انتخاب میکنه اونا باید آگاهانه فکر بکنه تا بتانن آینده خود و آینده اطفال آینده خود رقم بزنن. مسئله خیلی مهمی است که صلح روان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر از صلح عادلانه استقبال میکنه و هر آن صلحی که در او حقوق و آزادی های مردم افغانستان تامین باشه، عادلانه باشه و صلح پایدار باشه، صدای قربانیای جنگ و سهمگیری اینا تضمین باشه، نه تنها که استقبال میکنه بلکه حمایت هم میکنه. ما وقتی که از صلح صحبت میکنیم، یکی صلح تنها نبود جنگ نمیگه که ما بگیم که جنگ استاد شد صلح وجود میاد. صلح یک تامین عدالت اجتماعی است. صلح از بین بردن زمینه های جنگ است. فلهازا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان صلحی است که پایدار باشه، مبتنی بر عدالت باشه، حقوق و آزادی های اساسی اتباعی افغانستان دو مسئول باشه، عدالت در نظر گرفته شده باشه، قربانی های جنگ که با اساس زمین جنگ ها اونا خیلی قربانی دادن یا باید صدایشان شنیده شوه. به می خاطر ما خوشبین هستیم که یک جامعه صلح داشته باشیم، صلح افغانستان تامین باشه، جنگ از بین بره تا که در جامعه جنگ از بین نروه، تامین حقوق بشر هم همیتو مشکلات های خود داشته باشه. ولی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تعهد میکنه که به حیث یک نهاد مستقل و بی‌طرف دروازه‌اش بر روی تمام مردم افغانستان باز است
دوستای ما، کسایی که خدا نخواسته نقض حقوق بشری صورت گرفته میباشه، میتونن که بیاین شکایت و اسناد خود ثبت بکنن. کمیسیون با در نظر داشته اصل محرمیت و حفظ هویت شاکیان تمام مسائل در نظر میگیره، دادخواهی میکنه به خاطر اعاده حقوق بشری افراد و ضمن شکایات و اسناد بررسی میکنه، مستند میکنه، با ارگان های عدلی و قضایی راجع میکنه و اون را تعقیب هم میکنه. فلهذا کمیسیون میخواد از تمام اقشار مردمی که بیاین با هم دست یکی کنیم، از این وضعیت باید خود بکشیم تا بتانیم که هم حقوق اساسی ما تامین شده باشه و هم نقض حقوق بشردوستانه هم در افغانستان از بین برود. ممنون شما جناب مشکور. یک دیدگاه کلانی که وجود داره دلیل خشونت هایی که ادامه داره یا تلفات افراد غیر ملکی بیشتر به این باور هستن که دادگاهی نشدن ناقضین حقوق بشر چی در گذشته و چی در حال است. پاسخ حقوق بشر چی است؟ اگر کوتاه پاسخ بده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه صدا کرده که باید حلقه معافیت شکستانده شود. کسایی که عاملین نقض حقوق بشری است اونها به دادگاه کشانیده شود و به ارگان های عدلی و قضایی معرفی شود. ولی بعضی مشکلات ها در داخل جامعه ما و شما هست، حاکمیت قانون ضعیف است. اگر ما به خاطر تقویت حاکمیت قانون کار بکنیم، انشالله ما شاهد روزی خواهد باشیم که تمام ناقضین حقوق بشر به قانون سپرده بشه. ممنون شما جناب مشکور که در برنامه حضور پیدا کردین. روز شما خوش. بیننده عزیز از شما هم سپاسگزار هستم. روزتان خوش.